نام خدا و با عرض سلام. خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 11 ماه عقرب سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با دوم ماه نوامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. خوشبینی ها از کارکردهای یک ماهی رئیس جمهور غنی در یک نظرسنجی تازه. دشوار خواندن کار رسیدگی به پرونده های بحران کابل بانک در مرحله تعیین شده. پیشنهاد برای معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی به لوی سورنوالی. و خواست ایران از غرب برای پیکار با گروه های عراسفگن در خاور میانه. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک نظرسنجی نهاد هیتیار و طلوع نیوز نشان می دهد که تا کنون بیشتر مردم از کارکردهای رئیس جمهور غنی خوشنود هستند. این نظرسنجی که بر بنیاد گفتگو با باشندگان 34 ولایت کشور انجام شده است نشان می دهد که 84% مردم از کارکردهای یک ماهه رئیس جمهور غنی خوشنود هستند. بر بنیاد این نظرسنجی تنها 6% گفتگو شوندگان از کارکردهای آقای غنی خوشنود نیستند و کمتر از 10% دیگر دیدگاه ندارند. شما تا چه اندازه ای از عملکرد رئیس جمهور اشرف غنی راضی هستید؟ نه خاچاق برخوسی کو، نه جوانی خوسی کو. پرسشی است که در این نظرسنجی طلوع نیوز و نهاد اعتیار از 2745 تن از سراسر کشور مطرح شده است. دیده می شود که رئیس جمهور غنی توانسته است رضایت اکثریت را در پیوند به کارکرد یک ماهش به دست آورد. پیامد این نظرسنجی با همین پرسش مشخص، حاصل گفتگوی تلفنی با 2745 تن در 34 ولایت کشور است. از این میان بیشتر از 2/3 آن مردان و 1/3 دیگر زنان هستند. در این نظرسنجی با 1154 روستانشین و 1591 شهرنشین گفتگو شده است. شماره گفتگو شوندگان در این نظرسنجی از نگاه منطقه 812 تن از بخش‌های مرکزی به شمول کابل، 462 تن از بخش‌های شمالی، 504 تن از بخش‌های شرقی، 470 تن از بخش‌های جنوبی، 497 تن از بخش‌های غربی. از میان این 2745 تن رضایت مردم از عملکرد رئیس جمهور بر بنیاد درصدی از این قرار است: 59.9% رضایت بسیار زیاد، 24.1% رضایت متوسط، 6.2% عدم رضایت، 9.8% نداشتن دیدگاه. رضایت گفتگو شوندگان بر بنیاد بخش بندی منطقه‌ای چنین برآورد شده است: کابل 58.1% رضایت بسیار زیاد، 31.5% رضایت متوسط، 3.5% عدم رضایت و 6.9% نظری ارائه نکردند. بخش های مرکزی 56.3% رضایت بسیار زیاد، 29% رضایت متوسط، 5.4% عدم رضایت و 9.2% هیچ دیدگاهی ندارند. بخش های شمال کشور 57.3% رضایت بسیار زیاد، 24.1% رضایت متوسط، 7.1% عدم رضایت و 11.5% دیدگاهی ندارند. در شرق کشور 80.5% رضایت بسیار زیاد، 13.3% رضایت متوسط، 1.0% عدم رضایت و 4.8% هیچ دیدگاهی ندارند. جنوب 55.4% رضایت بسیار زیاد، 20.8% رضایت متوسط، 9.3% عدم رضایت و 14.5% دیدگاهی ندارد. غرب 54.4% رضایت بسیار زیاد، 29.7% رضایت متوسط، 8.2% عدم رضایت و 7.6% دیدگاهی ندارد. در این نظرسنجی مردان با تفاوت 3% از زنان بیشتر خوشنود هستند و شهرنشینان با تفاوت 6% بیشتر از روستانشینان از عملکرد رئیس جمهور رضایت دارند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که رضایت و عدم رضایت میان گروه‌های مختلف سنی نیز گوناگون هستند. زیر سن 30 سال و بالاتر از سن 30 سال معیار این نظرسنجی قرار داده شده است. افراد زیر سن 30 سال
57.1% رضایت بسیار زیاد، 27.9% رضایت متوسط، 5.6% عدم رضایت و 9.3% هیچ دیدگاهی ندارند. افراد بالاتر از سن 30 سال 62.3% رضایت بسیار زیاد، 24.3% رضایت متوسط، 5.1% عدم رضایت و 8.3% آنان دیدگاهی ندارند. ما می‌خواهیم هر سه ماه بعد یا هر سه ماه نظرسنجی انجام شود. در نظرسنجی‌های بعدی پرسش‌های بیشتر اضافه می‌کنیم. هدفی نظرسنجی است تا ما بتانیم انتظار مردم از رئیس جمهور بازتاب بتیم و در این حال ببینیم که رضایت مردم در دراز مدت از عمل کرده رئیس جمهور و حکومت رئیس جمهور غنی به کجا میرسه. اما با این همه این پرسش ها به میان می آیند که چرا و چگونه رئیس جمهور توانسته است که این همه پشتیبانی مردم را در این مدت اندک از خود سازد. اکنون که رئیس جمهور رضایت مردم را به دست آورده است، تا چه زمانی خواهد توانست این رضایت را نگه دارد؟ گروه های هراس افغان مخالف سیاسی نیستند و نباید این گروه ها مخالفان سیاسی گفته شوند. آگاهان سیاسی میگویند که طالبان مبارزه سیاسی نمی کنند، بل به مبارزه مسلحانه دست میازند و میخواهند که از راه جنگ و خونریزی به قدرت برسند. بسیاری ها بدین باورند که دولت افغانستان برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگو باید راهکار روشن و جدی را در پیش گیرد. شریف امیدی گزارش میدهد. کاربرد واژه مخالفان سیاسی به طالبان از سوی رئیس جمهور در این روزها سر و صداهایی را به همراه شده است. رئیس جمهور بارها طالبان را مخالفان سیاسی گفته است و روز شنبه این گفته اش را در یک نشست خبری توجیه کرد و گفت که دیدگاه های افغان ها درباره وطن پرستی و باورهای دینی و نسبت به آینده یکسان هستند. تنها در چگونگی حکومت داری اختلاف نظر وجود دارد. اما آیا براستی دیدگاه های طالبان با شهروندان کشور نسبت به آینده و باورهای دینی یکسان هستند؟ و آیا می شود که طالبان را مخالف سیاسی گفت؟ گروهی که همواره به حمله های کشنده می پردازد. و به باور برخ از آگاهان این گروه اختلاف نظرهای بسیار شدید با حکومت درباره حقوق بشر، حقوق زن و حتی دین دارند. با این تقابل و با این مبارزات مسلحانه ما نمیتونیم بگوییم که این یک مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی است، بلکه یک مبارزه مسلحانه است که در علوم سیاسی و در حقوق اینا برای خود نام‌های مشخصی دارد. رئیس جمهور پیش از این در زندان پلوچرخی گفته است که قاتلان نیروهای امنیتی را تحمل نمی تواند. کسایی هستند که پلیس امنیت ملی اردو را قتل کرد. من سرکماندان آلایشان هستم. من مسئول خونی از این هستم. و اینه ما تحمل کرده نمیده. حکومت وحدت ملی یگانه دریچه امید برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگو پنداشته می شود. حکومتی که انتظار می رود برای انجام این کار راهکار مشخصی در پیش بگیرد. به نظر من بر تامین صلح یک استراتژی ملی مطرح است و صلح باید به طور طبیعی بیاید. یعنی مردم باید صلح بکنه. صلح باید وسیله نشه برای سیاست، برای قدرت. قرار است رئیس جمهور در همین زودی ها به پاکستان برود تا میزان همکاری های پاکستان را در روند گفتگوهای سال مشخص سازد. رئیس جمهور به تازگی از همکاری های چین، عربستان سعودی و ترکیه نیز در کار گفتگوهای سال پرده برداشت و به پیروزی این روند ظاهراً امیدوار شده است. 13 سال است که کنار آمدن با طالبان به اصلی ترین رؤیاهای مردم مبدل شده است. اما آیا این رؤیا را حکومت وحدت ملی به حقیقت مبدل خواهد کرد؟ رسیدگی به پرونده های کابل بانک در مهلت تعیین شده کار دشوار خواهد بود، در حالی که 11 روز از مهلت تعیین شده رئیس جمهور برای رسیدگی به پرونده های بحران کابل بانک مانده است. سرپرست ریاست دادگاه عالی میگوید که وعده دادن برای رسیدگی به پرونده ها در این فرصت دشوار است و می افزاید که با در نظر داشت خلاهای موجود در پرونده ها این نهاد ناگزیر است تا این پرونده ها را بار دیگر به لوی سارنبولی بفرستد. در این باره صالح سادات گزارش دارد. فرصت ها اندک اما دشواری ها بسیار.
همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت رئیس جمهور برای رسیدگی به پرونده های کابل بانک، دادگاه عالی از خلاهای بسیار در این پرونده ها سخن می گوید. سرپرست ریاست دادگاه عالی می گوید، نقایصی که از سوی دادگاه ویژه پیشین کابل بانک در پرونده ها شناخته شده بودند، هنوز هم موجود هستند و در یک ماه گذشته پیشرفت چندان در بررسی این پرونده ها دیدن نمی شود. دشوار است که وعده داده بتانیم، زیرا در خلال یک ماه گذشته هم چندان پیشرفت قابل ملاحظه در زمین صورت نگرفته. و اما در رابطه با اجرات محکمه، محکمه اصلا چاره‌ای نداره به جز از اینکه دوسیه مورد دقت نظر و ارزیابی قرار بده، و اگر دوسیه خلاها داشته باشه به خاطر رفع خلاها پس به اداره تحقیقاتی و څارنوالی مسترد کنه. این حالت اجباری است که بالای محکمه آمده. پرونده های کابل بانک چندین بار میان لوی څارنوالی و دادگاه عالی رد و بدل شدند. سرپرست دادگاه عالی میگوید که اگر نقایص این پرونده ها برطرف نشوند، بار دیگر مسترد خواهند شد. شیمی کاری همیست که وقتی دوسیه واجب ضرورت احساس میشه که در دوسیه خلاها رفع شوه، باید دوسیه رد شوه. دوسیه رد میشه تا څارنوالا خلاهایی را که توسط محکمه بیرون نویس میشه و برو خلوا کشیده میشه، او را به ملاحظه دوسیه خودشان هم بررسی بکنن و بعد از او به پاسخ سوالات و رفع نواقص بپردازن و به شکل دوسیه کامل در آینده در اختیار محکمه قرار بگیرن. در این میان شمار از آگاهان بر رسیدگی این پرونده ها در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزند. این وظیفه است و دستگاه های عدلی و قضایی کشور است که بدون فوت وقت باید پیگیری کنند و یک بار دیگه نشان بدن شایستگی و توانمندی خود دستگاه عدلی و قضایی ما که توان برخورد به قضایی را داره و عاری از فساد هستند و میتوانند قانون را تطبیق کنند و پیاده کنند. پیش از این لوی څارنوالی از ایجاد یک دادگاه ویژه دیگر برای رسیدگی به پرونده های کابل بانک خبر داده بود، اما سرپرست ریاست دادگاه عالی این خبر را نادرست می داند و می گوید که تنها یک هیئت قضایی که شمار اعضای آن به 5 تن می رسد برای رسیدگی به پرونده های کابل بانک تعیین شده است. به گفته دادگاه عالی این هیئت از روز شنبه به کارش نیز آغاز کرده است. اعضای نهادهای انتخاباتی به لوی څارنوالی معرفی خواهند شد. مجلس سنا نهادهای انتخاباتی را متهم می‌سازد که یک انتخابات مضحک برگزار کردن و نتایج آن نیز مضحک‌تر از انتخابات بود. سناتوران امروز در نشست مجلس سنا نهادهای انتخاباتی را ناکارآترین نهادها می‌دانند و می‌گویند که این نهادها آرای مردم را به تمسخر گرفتند. معاون مجلس سنا می‌گوید که اعضای این نهادها به علت بیکارگی و بی‌حرمتی به مجلس به لوی څارنوالی معرفی خواهند شد. آزمارش جز یاد را گزارش می دهد. نشست روز یکشنبه سناتوران با سروصداهای انتخاباتی آغاز شد. سناتوران چندین بار از نهادهای انتخاباتی دعوت کردند تا درباره نتایج انتخابات و چگونگی برگزاری این روند و مجلس سنا بیایند و به پرسش‌های سناتوران پاسخ دهند. اما نهادهای انتخاباتی این گفته‌ها را نادیده گرفتند و برای پاسخگویی به سناتوران به این مجلس نیامدند. څارنوالی باید در مورد آقای سعادت تصمیم بگیره. یک قدر هم غرور دیگه درست کار درست نیست که آقای سعادت فکر میکنه از آسمان پایین شده و به هیچ کس هم جواب ده نیست. چند مرتبه اونا را در اینجا خواستن، اونا تشریف نوردن، بنابراین باید به څارنوالی معرفه شوه، مورد بازپرس قرار بگیره. اکنون معاون کمیسیون مستقل انتخابات برای پاسخگویی به اینجا آمده است. حذفی پرسش های بسیار می شود، اما وی بار بیشتر ملامتی را بر دوش کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می اندازد. اونا فیصله های خود برای ما ارسال می کنند، ما مکلف به تطبیق فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم. معاون کمیسیون مستقل انتخابات می پذیرد که در انتخابات تقالب های گسترده انجام شدند. والی مداخله کرد، قماندان امنی مداخله کرد، کاندیدای شورای ولایتی مداخله کرد. نه؟ کمیسیون تانگ و توپ تفنگ نداشت که در اونجا بالای هر محل توپ ایستاد میکرد که کسی مداخله نکنه. مداخله را کی کرد؟ سرانجام این گفته های معاون کمیسیون مستقل انتخابات سناتوران را قانع نمی سازد و معاون اول مجلس سنا درباره کمیسیون های انتخاباتی این فیصله را اعلام می کند. از تمرد و بی‌اعتنایی که نسبت به مجلس سنا و نسبت به قوانین نافذه کشور عزیز ما افغانستان صورت گرفته و او عدم حضور کمیسیون ها بوده با رغم مکاتیب و فیصله هایی که کمیته رؤسا داشت، مجلس عمومی داشت، ایره
قانون شکنی میدانیم و اینا مطابق فرمایش شما مطابق فرمایشی که شما داشتین و مکاتبی که ما ارسال داشتیم بودیم با اونا باید به لوی سارن ولی معرفی شوند که پاسخ بدن که چرا در برابر احکام قانون اساسی افغانستان و اراده و خواست نماینده ملت افغانستان اینا بی اعتنایی کردند. سناتوران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را بدترین انتخابات ها می دانند. این سناتوران برای بازرسی آرای نامزدان محترز شورای ولایتی نیز خواستار ایجاد دادگاه ویژه شدند. ادامه خبرها از طلو و شبکه جهانی طلو نیوز. ایران از قدرت‌های غربی می‌خواهد تا در پیکار با هراس افغانی در خاورمیانه از اشتباهات گذشته‌شان بیاموزند. معاون وزارت خارجه ایران در امور کشورهای عربی و آفریقایی می‌گوید که پیکار غرب با هراس افغانی در سوریه باید یک پیکار راستین باشد. در این حال، وزیر امور خارجه آمریکا هشدار می‌دهد که ایران نمی‌تواند در گفتگوهای هسته‌ای از مسائل چون همکاری با اطراف جهانی در پیکار با گروه دولت اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای امتیازگیری کند. ایران به دنبال درس دادن به غرب یا امتیاز طلبی. معاون وزارت خارجه ایران در امور کشورهای عربی و افریقایی از قدرت‌های غربی می‌خواهد تا در پیکار با هراس افغانی در خاورمیانه از اشتباهات گذشته ایشان بیاموزند. حسین امیر عبداللهیان که بروز یک شنبه در تهران سخن می‌گفت می‌گوید که ایران آماده است تا در پیدا کردن راه حل به بحران کنونی سوریه کمک کند، اما در آستانه گفتگوهای هسته‌ای وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که ایران نمیتواند به بهانه کمک با ائتلاف جهانی امتیاز طلبی کند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران از حکومت چین میخواهد تا در رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 به بازی نقش کلیدیش ادامه دهد. ما امیدوار هستیم تا دوستان چینی ما به نقش فعالشان که تاکنون بازی کردند ادامه دهند. بنابراین ما می توانیم با تبادل یادداشت‌ها و افکار زمینه را برای رسیدن به یک توافق نهایی هسته‌ای فراهم سازیم. ایران در حال غرب را به آموختن از اشتباهات گذشته در پیکار با هراس افغانی در خاورمیانه فرا می‌خواند که در حال حاضر ائتلاف جهانی بر رهبری کاخ سفید برای نابودسازی گروه دولت اسلامی مشغول بمباران کوبانی است. در همین حال 24 ماه نوامبر پایان مهلت تعیین شده برای رسیدن ایران به یک توافق نهایی هسته‌ای با غرب نیز است. جشنواره جهانی عروسک ها در تایلند برگزار شد. در این جشنواره عروسک های ساخته شده از 160 تن از سراسر جهان با هم رقابت می کنند. هدف از برگزاری این جشنواره بازتاب توانایی های عروسک سازان در جهان گفته شده است. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. پاکستان بزرگترین مانع در برابر بازرگانی میان هند و افغانستان است. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع در نمایشگاه مشترک هند و افغانستان در کابل میگویند که پاکستان نمیخواهد کالاهای بازرگانی هند به گونه انبوه به افغانستان برسد و جای تولیدات پاکستان را در بازارهای افغانستان بگیرد. در این حال معاون سفیر هند در کابل میگوید که هند به منظور گسترش رابط بازرگانی با افغانستان 80 میلیون دلار در بندر چابهار ایران سرمایه گذاری کرده است تا بتواند به سادگی با افغانستان داد و ستد کند. گیتی محسنی گزارش می‌دهد. نمایشگاه مشترک تولیدات و محصولات هند و افغانستان از سوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و با همکاری فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع هند برای 3 روز در هتل انترکانتیننتال برگزار شد. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان را مانعی برای گسترش تجارت میان هند و افغانستان می دانند و می گویند که پاکستان تلاش می کند تا بازارهای افغانستان را در دست خود داشته باشد. کشور پاکستان همیشه مشکلات ترانزیتی را برای کالای افغانستان و همچنان کالای هندی که به افغانستان مشکلات ایجاد کردند. در همین حال معاون سفیر هند از تلاش‌های کشورش برای ایجاد یک راه آسان بازرگانی با افغانستان از طریق بندر چابهار ایران سخن می‌گوید.
80 میلیون دلار برای بهبود راه ترانزیت چابهار سرمایه گذاری کردیم تا کالاهای بازرگانی هندوستان به افغانستان به آسانی وارد این کشور شود. شماری از بازرگانان هندی و افغانی این نمایشگاه را برای شناساندن تولیدات و فراورده های دو کشور به بازرگانان و گسترش روابط بازرگانی میان هند و افغانستان بسیار با اهمیت میگویند. مگر کسی در افغانستان علاقمند باشه که با ما شراکت کنه که ما محصولات خود همیشه برشان عرضه کنیم و از طریق از او باز مشتریایی که در افغانستان هستن از او لوازم استفاده کنن. گفتنی است که در حال حاضر افغانستان و هند از راه بندر واگه پاکستان داد و ستد می کنند که نظر به اختلافات سیاسی میان هند و پاکستان داد و ستد از این بندر برای افغانستان و هند مشکلات نیز به همراه دارد. به گونه مثال افغانستان نمی تواند ماشین های سنگین صنعتی و کشاورزی را از هند بخرد و از راه بندر واگه وارد کشور کند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 65 پول، یک یورو 72 افغانی، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 559 افغانی. سلام، و این هم چند خبر ورزشی. سازمان توسعه ورزش و جوانان از حکومت وحدت ملی میخواهد تا برای هماهنگ ساختن برنامه‌های ورزش و پیشرفت ورزش در کشور به ایجاد وزارت ورزش و جوانان توجه جدی کند. در این حال شمار از فدراسیون‌ها و ورزشکاران نیز ایجاد وزارت ورزش و جوانان را در گسترش و نهادینه شدن ورزش در کشور اثرگذار می‌دانند. این سازمان ورزشی امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که برای جلوگیری از پارچه پارچه شدن و عقبگرد ورزش در کشور، ایجاد وزارت ورزش و جوانان یک نیاز است. نشست خبری امروزی ما به منظور انسجام امور ورزش در کشور و احیای نهاد دولتی ورزش در کشور تا دوباره بتونه یک سازمان دولتی ورزش در کشور اداره بکنه، ایجاب میکنه وزارت ورزش و جوانان در چوکات تشکیلات اساسی دولت با وجود بیاید. در این حال شماری از ورزشکاران ایجاد وزارت ورزش و جوانان را در پیشرفت ورزش در کشور و جلوگیری از فساد در عرصه ورزش اثرگذار میدانند. سایر کشورها وزارت از ورزش وزارت شود، طبعا ولایات ما ریاست میشه، طبعا ورزش انکشاف میکنه، دامن ورزش کلان میشه. ما زیاد تجربه کردیم، مشکلات کسایی باشه که هنوز مشکلات ما را زیادتر بسازه و از تمام فدراسیونه کسی باشه که ما بتانیم داینده ها دستاوردهای خوب را داشته باشیم. وزارت یکانه گزینه بسیار خوبی از رشد ورزش. با باور این ورزشکاران و نهاد توسعه ورزش و جوانان، افزایش فدراسیونهای مندرآوری در کشور و تفکیک نکردن مدال‌ها از مسابقه‌ها بر بنیاد ارزش آنها می‌توانند از علت‌های عمده افت ورزش در کشور باشند. و اینکه در شبکه بارسلونا 1-0 در برابر سلتا ویگو شکست خورد، رئال مادرید 4-0 گراندارا در هم کوبید. در یکی از این دیدارها بارسلونا در نیو کمپ 1-0 در برابر سلتا ویگو تن به شکست داد و صدر جدول رده‌بندی را به رئال مادرید واگذار کرد. در دیدار دیگر رئال مادرید با گل‌های کریستیانو رونالدو، جیمز رودریگز، کریم بنزما و گل خودی توسط بازیکن گراندا به برتری رسید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.